این پارس با مدیریت مسعود افلاطون روزهای شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و تکرار برنامه روزهای یک شنبه در ساعت 4:30 بامداد از شبکه جهانی تلویزیون پارس 818-344-5050. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر دار باش. عرضت و اجرام دارم به شما امیران از ارجوان. امروز پنجشنبه است. آقای امیر شورتی برنامه را هدایت میکنن، سپاسگزارم. جای سارا خانم یانی خالیست، کماکان خالیست. طبعاً امروز با آقای حسن دایی خواهیم بود. میدونی که اخیراً وضعیت جبری در کنیتیکت به شکلی بود که طوفان‌های شدید، بعد سقوط درخت‌ها، قطع برق، خیلی لطمات زیادی زده بود در اون منطقه. از اون به بعد اصلا سیستم اینترنتی هم در هم ریخته، ولی با همه تفاصیل سعی میکنیم که تا لحظات دیگر با آقای دایی باشیم. اما آقای دایی، من بسیار بسیار همینانم جمهوری اسلامی 40 سال تلاش میکنه خودش به مرزهای اسرائیل نزدیک بکنه. امروز گزارش داریم از آقای دایی، این گزارش رو گوش بکنید. اسرائیل یکی از مهمترین جزایر باب المندب رو از آن خودش کرد، اونجا پایگاه زد، در جایی که در جزیره‌ای که سپاه پاسداران پیش از این در اونجا فعال بوده، در اونجا فرودگاه هم زد. گزارش دایی رو حتما در این زمینه گوش کنید تا متوجه تحولات شگفت در منطقه خاورمیانه بشید. واقعا خاورمیانه داره حالا به طور عمیق شخ میخوره، خاک برداری ها داره به شدت با شتاب تمام ادامه پیدا میکنه. اما ببینیم بر سر ویروس کرونا که به نظر خیلی پاندمی کرونا که موضوع خیلی مهمی است، ببینید برای هموطنان ما در سراسر دنیا. آخرین گزارش فوکوس رو همین لحظات پیش می‌خوندم، متوجه شدم که داره روز به روز بر ابتلا اضافه میشه، نرخ ابتلا، اما مرگ و میر رو به کاستی گذاشته. امیدوارم برسه به نزدیک مرز سپتامبر، میرسه دیگه در واقع در بسیاری از نقاط دنیا. اما نکته جالب توجه اینه که بسیاری از ویروس‌شناسا بر این باورن که اینقدر این کرونا تضعیف میشه، ضعیف میشه، که بعدها در آینده ما فقط با آب بینی ممکنه حضورش رو احساس بکنیم. آب بینی، افزایش آب بینی ما رو متوجه میکنه که کرونا در ما به اصطلاح حضور پیدا کرد. از پدیده های جالب در دوره بحران کرونا تعطیلی پاشاست. پاشا بزرگترین روسبی خانه اروپاست، در نوردرنگ وستفاله، 11 طبقه است، 100 اتاق داره، 60 کارمند داره، رستوران داره، حضورت که از کنن غذاخوری، آرایشگاه داره، سالن زیبایی داره. اینا دیگه نمیتونن اجاره رو بدن. صاحب ملک آقای آرمین 63 ساله صاحب ملک و صاحب بزرگترین روسبی خانه اروپاست، میگه دیگه نمیتونم، چون 5 ماهی که اینا هیچ کاری نکردن روسبی ها و زنان تنفروش، و واقعا وضعشون خیلی فجی، خیلی 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 بده. 9000 متر مربع زیر بنا داره، 2011 طبقه است و 60 کارمند داره، نمیتونه حقوق اینا رو بده.
کارمندانی که در اونجا کار میکنن، اضافت میکنن، کار میکنن، نگهبانی میکنن. بر روی جالب اینه که پاشا بسته شد، اما دولت داره میاد وسط کمک رو کنه، یارانه بده که این روسپیخانه دوباره کارش رو بتونه آغاز بکنه. آقای دایی عزیز، درود بر شما. خدمت شما و بینندگان عزیز. آقای دایی، امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید. کامپیوتر اندکی دورش ضعیف شده بوده. من نمیدونم واقعا مشکل چیه، گاگای اینترنت بالا و پایین میره، ولی متاسفانه. آقای دایی، مهمترین چیزی که شما امروز با من مطرح کردی هم موضوع حضور اسرائیل در باب المندب، یعنی درست در نقطه ای که سپاه پاسداران حضور داشته. توضیحاتی میدید که بعد گزارش شما رو به هم گوش کنیم. بعد از کم که در کادر صحبتایی که هفته های پیش هم کردیم و اون اینه که وضعیت روبه افول جمهوری اسلامی در منطقه است، که حتی اشاره کردم خدمتون که رئیس موساد گفته بود که تهدید حتی اسرائیل داره ترکیه و قطر میشن، یعنی این اتحاد ترکیه و قطر و بخشی در لیبی و غیره، اینا میشن تهدید مهمتر برای امنیت اسرائیل در آینده. حتی دیدیم رهبر حماس، رهبران حماس به دیدن اردوغان رفتن هفته پیش و روابط خیلی گرمی برقرار کردن، نقشی که داره ترکیه بازی میکنه. ولی در مجموعش اینه که یکی تهدیدهای جمهوری اسلامی در کل منطقه در مجموع توی این سالها باعث شده که آرایش قوا در منطقه به ضد جمهوری اسلامی بشه. خیلی از مثل کشورها با هم نزدیک شدن، مثل امارات با اسرائیل و خیلی های دیگه علیه جمهوری اسلامی و همطور علیه اتحاد قطر ترکیه، یعنی مشکل امارات و اسرائیل بخشی هم ترکیه است. اینا تحولات منطقه است. ولی آنچه که برای ما ایرانی ها مهمه همینه، کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است. سنگرهاش داره یکی که دست میده، مسائل مختلفی هست، یکی مسئله تحریم هاست، پول نداره که بتونه راحت خرج بکنه، گفتمان خودش رو در منطقه، اون ایدئولوژی موتور محرکش رو به میزان زیادی از دست داده، فرمانده سپاه قدس هست شده و و و. حالا مسئله‌ای که من خواستم ورود بکنیم به این که ببینیم چقدر مهمه، یه مسئله خیلی کوچیکی که هفته پیش من دیدم و اون این بود، گزارشاتی که منتشر شد در فرانسه و در اسرائیل که در یک جزیره به اصطلاح که در دریای عرب و اقیانوس هند بین اون دو نقطه هستش و روبروی تنگ بابه تنگه باب المندبه، عذر میخوام، گذرگاه باب المندبه که متعلق به یمن هم هست، در اونجا اسرائیل پایگاه های شنود و پایگاه های به اصطلاح اطلاعاتی دایر کرده. یادم اومد که این جزیره سقطرا رو که اولین بارش رو شنیدم موقعی بود که در مورد صدر هاشمی گزارشی تهیه کردم که با هم دیدیم. صدر هاشمی یه خانواده هستن در ایران هن که به اصطلاح خیلی ثروتمندن، در کار ساختمانی هن، با سپاه کار میکنن. پسرشون هم تو همین چند هفته پیش در آمریکا زندانی بود به جرم پولشویی از ونزوئلا و غیره که آزاد شد. خب یادم اومد که این سپاه قدس با کمک این مؤسسه، شرکت صدر هاشمی، یعنی شرکت ساختمانی استراتوس، توی همین جزیره سقطرا فرودگاه تأسیس کرده بودن، باند فرودگاه و غیره زده بودن. اینه که اونجا شروع کردم که چقدر این جزیره مهم بود برای سپاه که حتی در اونجا فرودگاه درست کرد، به چه راحتی این رو از دست داد و همینطور در کل منطقه باب المندب و دریای سرخ. این رو با هم نگاه کنیم که چه پولهای کلانی رو در سودان و جیبوتی و غیره خرج کرد، اینها رو از دست داده این مناطق رو به راحتی، نشانی از افول جمهوری اسلامی و به اصطلاح یکی از مهمترین آبراهای جهان رو که نقش مهمی برای همه کارهای جمهوری اسلامی داشت از دست داده. گفتم اینو نگاه بکنیم تا ورود ما باشه به مسائل منطقه و این افول جمهوری اسلامی. نظر با گزارش آقای دایی خیلی مهمه، من بهش عنایت بفرمایید. هم بیانونم چند دقیقه سایی دایی؟ 5-6 دقیقه است. 5-6 دقیقه است، کوتاهش. یا فراموش نکنیم میانانم که جمهوری اسلامی تمام تلاشش در 40 سال اخیر بودی که به مرزهای اسرائیل نزدیک بشه.
ده ها میلیارد دلار در عراق هزینه کردیم. اسرائیل اما موفق شد بدون هزینه درست بره در همون جایی که پیش از این سپاه پاسداران حضور داشته، در اونجا پایگاه بزن، پایگاه شنود و پایگاه اطلاعاتی. گزارش آقای دایی عزیز رو گوش میکنیم، برمیگردیم برنامه رو پی میگیریم. برنامه خیلی مهمیه امروز، حتما بهش عنایت داشته باشید و ما باشید. آقای اشارتی خواهش میکنم. عادی سازی روابط اسرائیل و امارات متحده بازتابی از آرایش قوای جدید در منطقه است که نفوذ سیاسی و نظامی رژیم ایران در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در همین رابطه گزارشاتی درباره همکاری نظامی اسرائیل و امارات برای مقابله با حضور نظامی رژیم به ویژه در یمن و گذرگاه باب المندب منتشر شدند. من جمله گزارشاتی در مورد ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و شنود اسرائیل در جزیره یمنی سقطرا است. جزیره سقطرا که در تقاطع دریای عرب، خلیج عدن و اقیانوس هند قرار دارد، از اهمیت استراتژیک و نظامی بسیار زیادی برخوردار است و نقش مهمی در کنترل تنگه باب المندب دارد. این جزیره تا 2 سال پیش در کنترل سپاه قدس و نیروهای یمنی وابسته به رژیم ایران بود، ولی در سال 2018 نیروهای تحت حمایت امارات متحده این جزیره را تصرف کردند. اهمیت این جزیره برای سپاه قدس آنقدر زیاد بود که به کمک شرکت ساختمانی استراتوس متعلق به خانواده صدر هاشمی یک فرودگاه نظامی در این جزیره ساخته بود. از طرف دیگر نیروهای یمنی تحت حمایت امارات متحده بخش‌های مهمی از یمن را کنترل می‌کنند که در این نقشه با رنگ سبز مشخص شده که در ورودی گذرگاه‌های باب المندب قرار دارد که به نوبه خود می‌تواند جای پایی برای حضور اسرائیل در ورودی این گذرگاه باشد. گذرگاه باب المندب که ورودی دریای سرخ است به چند دلیل برای رژیم اهمیت بسیار زیادی دارد، من جمله باجگیری از جامعه بین‌المللی است. مقامات رژیم من جمله حسن روحانی همواره تهدید کردند که می‌توانند عبور و مرور کشتی‌ها از باب المندب را مختل کنند. همه اینجا نفت بفروشن، ما بیستیم تماشا کنیم. آبراه را در طول تاریخ ما تأمین کردیم، یادتون باشه. مسیر کشتیرانی نفت رو در تاریخ ما امنیتش برگزار کردیم و برقرار کردیم، یادتون نره. بعدم ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون ساده شه شما دیدید، خیلی چیزهای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست، شما یکیش خبر دارید. منظور روحانی از تنگه‌های دیگر گذرگاه آبی بسیار مهم باب المندب در ورودی دریای سرخ است. در همین چارچوب همزمان با تهدیدهای روحانی و سلیمانی، نیروهای یمنی وابسته به سپاه قدس با پرتاب موشک به کشتی‌های نفتی عربستان در دریای سرخ به تهدیدهای رژیم مبنی بر کنترل باب المندب و دریای سرخ جدیت بیشتری بخشیدند. رژیم ایران از سالها قبل با صرف میلیاردها دلار و با دخالت نظامی در یمن و چند کشور آفریقایی تلاش کرده است تا توان نظامی برای کنترل دریای سرخ و گذرگاه باب المندب را به دست آورد. رژیم از این مسیر برای ارسال محموله‌های اسلحه به نوار غزه در فلسطین نیز استفاده می‌کند. یکی از اقدامات رژیم برای تسلط به دریای سرخ جلب همکاری کشور سودان بود و توانست با بذر بخشش به عمرالبشیر دیکتاتور و قصاب سودان نظر مثبت وی برای حضور نظامی ایران در این کشور را به دست آورد. عمرالبشیر به دلیل قتل عام مردم دارفور از طرف دیوان عالی کیفری وابسته به سازمان ملل به جرم نسل کشی به عنوان جنایتکار شناخته شده است. رژیم حتی کارخانه اسلحه سازی نیز در سودان تأسیس کرده بود تا اینکه در اکتبر 2012 اسرائیل با حمله هوایی به کارخانه مهم اسلحه و موشک سازی رژیم در یارموک آن را ویران کرد. 2 سال پیش عمرالبشیر روابط سودان با رژیم ایران را پایان داد و متحد عربستان شد. یکی دیگر از اقدامات رژیم برای تسلط بر گذرگاه باب المندب و دریای سرخ جلب همکاری کشور کوچک جیبوتی بود که به دلیل موقعیت جغرافیاییش در سر گذرگاه
بسیار اهمیت دارد. ضمناً جیبوتی در غرب یمن و عربستان است و رژیم می توانست از این منطقه برای صدور اسلحه و موشک به شورشیان حوثی در یمن استفاده کند. رژیم با پرداخت ده‌ها میلیون دلار رشوه به مقامات این کشور و همچنین بذل و بخشش‌های دیگر مثل ساخت پارلمان جیبوتی و یک مرکز تجاری در این کشور، جیبوتی را متحد خودش کرده بود و اجازه استفاده از بنادر این کشور را دریافت کرده بود. رئیس مجلس در اولین برنامه سفرش به جیبوتی در ناوگروه رزمی پشتیبانی نیروی دریایی ایران مستقر در بندر جیبوتی حضور یافت. لاریجانی گفت حضور ناوگان نظامی ایران در این منطقه حامل پیام مهم اقتدار و حمایت جمهوری اسلامی از ملت‌ها در برابر تروریسم است. جیبوتی نیز در سال‌های اخیر متحد عربستان شد و پایگاه‌های رژیم در این کشور را تعطیل کرد. خیلی گزارش مهمی بود از آقای دایی عزیز. آقای دایی تشکر از گزارش شما. گزارش مستم. آقای دایی به این ترتیب حضوری که با پرداخت ده ها میلیارد دلار در منطقه تحصیل شده بود داره عملا به یک قیمت بزرگ تبدیل میشه دیگه. یعنی جمهوری اسلامی یعنی قدرتی که داشته حباب بوده و این حباب ها در یکی وز از دیگری میترکه. ارتمن که خب جمهوری اسلامی راه‌های مختلفی چه در منطقه خاورمیانه چه در آفریقا در شرق در آسیا نفوذ داره. خب مهمترین پایگاه‌هاش که لبنانه، که عراق، که نیروهای وفادار به خودش رو سازماندهی کرده ته سالیان، اونجا به صدا قوی ترین پایگاه رو داره و مستحکم ترینه که اونم خیلی ضعیف شده. خیلی جاهای دیگه که همینجا دیدیم مثلا در یمن یا جیبوتی یا سودان رفته با پول و رشوه و پولای وحشتناک، یعنی خرجی که میکنه اصلا حساب آخه شما برید توی کشور در و داغون مثل جیبوتی برید مجتمع تجاری درست بکنید یا برید ساختمان مجلسش درست بکنید، اصلا چه ربطی به شما داره که بعد یه بندر بدن که بتونید دو تا کشتیتون رو اونجا پارک بکنید. یا در سودان این کارخونه که اینا زده بودن کارخونه بسیار بسیار مهمی بود، توی تلاش های سپاه قدس بود که خود قاسم سلیمانی نظارت میکرد که بتونن موشک رو ارسال بکنن به غزه و حتی کرانه باختری و بعد خود لبنان. خیلی براشون مهم بود که از دریای سرخ عبور ندن، از ایران صادر نکنن، بتونن بکنن کاری که الان تو لبنان تولید موشک رو میکنن یا در بخشی از یمن میکنن. در سودان خیلی مهم بود. خب همه اینها رو عدس دادن. حالا خیلی جا هنوز کمابیش هست نفوذ داره، ولی این نشون میده، مسیر رو نشون میده و در ضمن به ما نشون میده که واقعا جمهوری اسلامی کارهایی که میکنه، یعنی اتفاقاتی که تو همین سالها از این عبور این کشتی‌های جمهوری اسلامی از دریای سرخ، چند تا کشتی نفت مجانی میبردن به سوریه در کانال سوئز مثلا، چون پایان دریای سرخ تو که مسیر رو که میریم بالا کانال سوئزه که میره به مدیترانه، خب کشتی‌هایی که نفت مجانی میبردن که مصر ضبط کرده، نمیدونم اسلحه هایی که مرتب میبردن برای آفریقا به سودان میخواستن ببرن مثلا به شمال آفریقا، اینها رو گرفتن از اینها. اینا همه نشون میده که واقعا دغدغه جمهوری اسلامی چی بوده، چه خرجایی کرده و چطور به راحتی ابه میره. دلیلش هم خیلی ساده است. جمهوری اسلامی از یک طرف برای اینکه بتونه باج بگیره، برای اینکه بتونه قدرت نمایی بکنه، یارگیری بکنه، حضور نظامی خودش رو افزایش میده، پول خرج میکنه. ولی خب به طور همزمان اون طرف روی سکش اینه که تهدیدش الی منافع این کشورها، مردم کشورها میره بالا. وقتی تهدید افزایش پیدا میکنه، اون کشورها عربستان و اسرائیل و امارات و بقیه که ساکت نمیشینن، که میان الیش اقدام میکنن، تحریم الهش انجام میشه، از این کشورها بیرونش میکنن. بنابراین این مسیریه که ما اگه دنبال بکنیم، مسیر روند رو دنبال بکنیم، میبینیم که همه جا چقدر رو به ضعف میره، خیلی جاها اخراجش میکنن. یا خیلی نمونه های فراوانی ها در سنگال، در کنیا، جزایر کمر، هر جا رفته به هر ترتیب یا خودش مشکلاتی که ایجاد کرده این کشورها بیرونش کردن، یا این کشورها رفتن متحدین جدیدی پیدا کردن اومدن جمهوری اسلامی رو انداختن کنار. بنابراین این نشون میده که از جیب ما این پول ها حروم شده، هیچی هم بیر جمهوری اسلامی نیومده و این مسیر ادامه داره.
آجایی این خانواده صدر هاشمی که فرمودید که فرودگاه ساخت شدن در جزیره باب البندر، به من بفرمایید پدر این خانواده همون نیست که در ونزوئلا فرودگاه ساخت برای سپاه و دست به کارهای ساختمانی زد؟ بله دیگه، اینا دو تا شرکت مهم بودن. جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین خیلی پروژه ها پیش برد، کارخونه سیمان، کارخونه های نم چی که هیچ کدوم یک دلار منفعت نداشت. یک سری از پروژه هایی که رفتن خانه سازی در ونزوئلا بود که هیچ صرفه اقتصادی نداشت. دو شرکت بودن که به اصطلاح این کارو پیش برد، یکی شرکت کیسون، اون آقای به نام انصاری، اونه که هنوزم فعالیت های بین المللی داره، اونم یکی از مافیاهای جمهوری اسلامیه، یکی هم همین شرکت صدره. شرکت صدر یعنی همه این مافیاها باید با سپاه همکاری بکنن، یعنی اصلا نمی بخش خصوصی ما نداریم که، ولی به طور مشخص این شرکت صدر هاشمی که خونه سازی هم در ونزوئلا به پیش می برد، پروژه های دیگه مهم ساختمانی که داشت پروژه هایی بود که فقط با توافق یا اوکی سپاه قدس انجام می شد. یکیش همین فرودگاه سقوطرا بود که فقط به اصطلاح نقش نظامی داشت این فرودگاه، چون جن توریستی که نیستش که مثلا برای چی فرودگاه میزنید تو اون جزیره. یا پروژه خانه سازی در بصره، یه سری مجتمع هایی که در کربلا و نجف درست کردن و اینجور کارها. بنابراین این خانواده صدر هاشمی هیچ جرمی اگه نداشت همین فعالیت ها و پسرش اینجا نگه می داشتن در آمریکا، و واقعا قابل تعجبه که این پسر رو آزاد کردن، علی رو. آقای فرمانده انصاری به خاطرم از دختر خانم ایشون هم چند سال پیش جشن تولدش بود، پدر به حساب دختر 50 میلیارد تومان پول ریخته بود، کادوی جشن تولد 50 میلیارد تومان. آقای دایی یه نکته اجازه بدید من بگم اینجا. واقعش اینه که خیلی چیزا هست عجیب و غریبه. این مافیاهایی که ما میگیم که مثلا رفته یه نفر شرکت داره تو ونزوئلا خونه میذاره، بعد میره برای سپاه قدس تو یمن فرودگاه درست میکنه، یا همون انصاری شرکت کیسون که ما میبینیم، مثلا شرکت کیسون که اونم رفته خیلی کارهای دیگه میکنه در گرجستان و جای دیگه، اینا همه جزء مافیا. من فقط یه نمونه کوچیک رو من خدمتتون بگم، اینه که واقعا هر کدوم اینا رو کسی بیاد گزارش تهیه کنه، هنر داشته باشه که متاسفانه من ازش برخوردار نیستم، باعث شگفتی و حیرت هموطنان میشه. من به چند سال پیش یه آقایی رو، یه مهندس ایرانی رو به نام کاکاوند در پاریس که به همراه همسرشون از مالزی فکر کنم میومدن، این رو بازداشت کردن چون حکم جلبش رو آمریکا صادر کرده بود، خواهان استردادش بود به جرم تهیه مواد برای سانتریفیوژا و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. اینو می‌خواستم بگم، ایشون دستگیر شد و به زندان افتاد، همسر ایشون آزاد شد، خودشون رفت در پاریس و جمهوری اسلامی برای آزادیش این حضرت آقا، این آقای کاکاوند دو تا کار کرد. یکی یک خانم فرانسوی رو گروگان گرفت در تهران، یه معلمی بود اسمش کام کلوتیل رایس بود که خیلی موثر بود در آزادی اون کاکاوند. دومی که بلافاصله، من یادم دو سه روز که از آزاد از دستگیریشون میگذشت، یه وکیل یه خانومی فکر کنم فرانسوا، پیر فرانسوا بود اگه اشتباه نکنم، از سوئیس ایشون تشریف بردن برای دفاع از ایشون. که من همون موقع رفتم نگاه کردم این خانم کیه، دیدم این خانم قبلا که قاتل دکتر بختیار رو، اون گردن کلفت سپاهی رو که گرفته بودن در در سوئیس گرفتن و آوردن پاریس محاکمه کنن، اون یه رابطه با سفارت جمهوری اسلامی در پاریس داشت که یه آقایی رو تو سفارت بازداشت کرده بودن، یعنی تحت به اصطلاح تعقیب قرار داده بودن تو فرانسه. این خانم، این وکیل، این خانم فرانسوا، ایشون وکیل اون آقا بود، که برای من تعجب بود که اولا خانم فرانسوی کیه که هر کدوم آدمای جمهوری اسلامی میگن ایشون هایی حاضر میشه. میاد کردم که این خانم یه شرکت داره که تو این شرکت دو تا عضو هیئت مدیره داره، دو تا آدم داره، یکیش ایشونه، یکیشون آقای انصاری رئیس شرکت کیسون. ببینید چطور این آدما به هم پیوند میخورن. هر جا نگاه بکنید، یعنی هر کدوم این مافیا، هر کدوم آدما رو بگیرید همینجوری دنبال بکنید، یه دفعه ببینید یه جایی میخوره به شبکه زراب، میخوره به شبکه زنجانی، میخوره به شبکه اون پولشویان سپاه پاسداران در گرجستان، در سنکیت،
در کانادا، یعنی همه اینها به نظر میاد که در بالا بخشی از اطلاعات سپاه، سپاه اینام چی، همه اینها با هم رابطه دارن، همشون. تشکر. آقایی، برگردیم به خاورمیانه. آقای دونالد ترامپ از تمام عوامل موجود در دستگاه دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا، چه در وزارت خارجه، در کاخ سفید، بهره گیری کرد برای اینکه این تحول در خاورمیانه رو پیش ببره، مناسبات بین اسرائیل و کشورهای عرب. آقای برایان هوک فعال بود، آقای پومپئو، شخصا آقای مایک پومپئو و داماد آقای ترامپ، آقای کوشنر، که روز گذشته هم رفت به عربستان سعودی، دیدار داشت با مرد قدرتمند عربستان شاهزاده محمد بن سلمان. اما این وسط امروز گزارش آمد از سوی منابع عرب و منابع سوری که حزب الله لبنان 2500 تن از نیروهای خودش رو برداشته داره از سوریه خارج میکنه، اینا از ارتفاعات مرزی لبنان و سوریه دارن به لبنان برمیگردن. 2500 تا، خیلیه، چه اونهایی که در جبهه شرقی بودن در سوریه، چه اونهایی که در جبهه جنوب سوریه بودن. میخوام نظرتون، میخوام اینم این تمام اتفاقات هم در همون راستاست. عرض کنم که تحولات زیادی داره در منطقه میشه، هر کدومم خب مهم هستن، همه رو باید در ارتباط با هم دید. به اعتقاد من هر کدومم در اندازه خودش، بعض وقتا یه تحولاتی رو ما ممکنه در موردش خیلی زیاد اگه اغراق بکنیم اتفاق اهمیتش از دست میره. مثلا همین نزدیکی امارات با اسرائیل خب مهمه، در این تردیدی نیست، ولی توصیفاتی که در آمریکا میشد زلزله ژئوپلیتیک، نمیدونم تالا تو تاریخ سابقه نداشت، نمیدونم دیگه، خود مصر و اردن قبلا با اسرائیل صلح کردن که تازه اونا جنگ داشتن، امارات که هیچ موقع با اسرائیل که جنگ نداشته که صلح کنه، که روابط برقرار کردن، عادی سازی کردن که خیلی هم اتفاقا مهمه. دومی که این چیزی بوده که همه میدونستن این روابط داشتن، با هم همکاری هم میکردن، الان علنی کردن. حالا بخشی به چند دلیل بوده، اولا اهمیتش زیاده، بسیارم زیاده، اینکه نشان از یه رونده، ولی نباید اغراق کرد. یکی اینکه خب برای انتخابات آقای ترامپ خیلی مهم بوده، یعنی این تبلیغاتی که ممکنه مقدار زیادی بشه به خاطر اثری که میتونه در تبلیغات به نفع آقای ترامپ داشته باشه که خب استفاده میکنه، خب طبیعی هم. دومش اینه که فقط ترس از جمهوری اسلامی هم نیست، مهمه، فاکتور بسیار مهمه ترس اینها از جمهوری اسلامی، ولی باید در چارچوب تحولات منطقه باید نزدیکی امارات با اسرائیل رو دید و تحولات دیگر رو. یکی این که آمریکا داره از منطقه خارج میشه، دیگه اون تصور آمریکا در منطقه مثل سابق وجود نخواهد داشت، رئیس جمهور بعدی هم همین مسیر آقای ترامپ رو به گونه ای ادامه خواهد داد، بالا و پایین، از افغانستان خارج خواهند شد، از عراق احتمال زیاد خارج خواهند شد، از سوریه که اصلا معلوم نیست چند نفر هستن، و این به اصطلاح در فردای غیبت آمریکا داره یه تحولاتی داره شکل میگیره. همین که میبینیم روسیه نقش مهمتری پیدا کرده، اردوغان نقش بیشتر پررنگتری پیدا کرده، حضور پیدا میکنه، و این آرایش قوا و این نزدیکی ها بخشش به خاطر همین فاکتور بسیار مهمه. دوم هم این که به اصطلاح امارات، اسرائیل و عربستان و مصر که تقریبا میشه گفت یک محور رو تشکیل میدن، محور مهمی هم هستن، محور مهم اول در منطقه هستن، اینا تهدید جدی از جانب قطر و ترکیه حس میکنن، این رو نباید دست کم گیریم، یعنی همه مجموع اینا هم. حالا میرسیم به حزب الله. جمهوری اسلامی قدرت اصلیش حزب الله و هشت شبی، چیز دیگه نداره. سوریه پایدار نخواهد بود، تو این کشورم با مشکلات جدی روبروه، در لبنان و عراق مشکلات جمهوری اسلامی جدیه، بسیار جدیه، و اگه اینها رو هر کدوم رو دست بده باید کل برنامه منطقیش رو جمع کنه، برنامه‌ای که صدها میلیارد براش خرج کرده، بسیار تأثیر خواهد گذاشت در موقعیت جمهوری اسلامی در داخل، بی خود نیست میره در جیبوتی و نمیدونم سودان و بقیه جاها خرج میکنه، برای حفظ حکومت در داخل بسیار مهمه. حالا لبنان خیلی جالب تحولات که میشه باید دنبال کرد. یکیش همینه که آمریکا غیبت داره، فرانسه میخواد نقش پررنگتری بازی کنه،
صحبتایی که حالا نوع برخورد مایکرون در سفر دومی که داشته به لبنان، نوع برخوردی که داره طبیعتاً اینه که میخواد با عدم تشدید تضاد با حزب الله در افکار عمومی، راه انداختن جنگ رو اینها، بیا چیکار کنه آروم آرام مسیر رو از دست این باند و این گنگی که قدرت رو در لبنان به دست دارن که حزب الله سرویس میتونن، از دست اونا خارج کنه، یعنی رفرم بکنن. اومده گروه زد میگه آقا شما به پول احتیاج دارید، هیچ کس هم نمیده، آمریکا و ما نمیده، ما میخوام کمک کنیم، اروپا هم حاضر کمک بکنه، آمریکا هم حمایت بکنه به شرط که این کارا رو بکنه. سفت ایستاده، خیلی مهمه. و دیدار جالبی که دیداری که داشته که فیگارو منتشر کرد، خیلی هم آقای ماکرون عصبانی شد که الان همین عصبانیتش در حضور خبرنگاران حمله کرد به خبرنگار، حمله لفظی کرد به خبرنگار فیگارو آقای ماکرون که چرا این چیزا رو منتشر کردی، نمیدونم حالا واقعی بود یا نمایش بود، ولی با مسئول حزب الله در پارلمان دیدار کرد، یعنی با همه اعضای کابینه، یعنی فراکسیون‌های پارلمانی و مسئولین آقای ماکرون دیدار کرد. سوای اون در پایان دیدار یه دیدار خصوصی هم با نماینده حزب الله داشت که صحبت‌های خودش رو منتشر شد، این صحبت‌ها بخش مهمش منتشر شده. حرفی که آقای ماکرون میزنه به مسئول حزب الله، میگه من میدونم شماها بالاخره لبنانی هستید، در مجلس هم حضور دارید، ولی یک سوال به من جواب بدید، شما بیاید ثابت بکنید که لبنانی هستید، آیا شما لبنانی هستید یا نیستید؟ خب اگر لبنانی هستید در سوریه چیکار میکنید؟ در یمن چیکار میکنید؟ شما منافع لبنان رو میخواید پیش ببرید یا منافع جمهوری اسلامی رو؟ بیاید از سوریه بیرون، بیاید از یمن بیرون و نگذارید این تضادها با اسرائیل و غیره تشدید بشه. و این خیلی مهمه به خاطر اینکه حزب الله در افکار عمومی تحت فشار قرار میگیره، خب نمیتونه خیلی کارا رو بکنه، مجبور یه سری اقدامات رو انجام بده. ولی این به معنای نیست که حزب الله کوتاه بیاد، به معنای نیست جمهوری اسلامی کوتاه بیاد، دستش کوتاه بشه، نه، این یه رونده، این نشان تضعیفه. همین که ماکرون پامیشه میره عراق دیدار میکنه، میخوان قرارداد ببندن، هم نشان خروج آمریکا از منطقه، هم نشان پررنگ‌تر شدن بازیگران دیگه است، و همین تضعیف جمهوری اسلامیه، تضعیفه. یک کشوری که میره در لبنان میخواد پول خرج بکنه یا میخواد بره در عراق سرمایه گذاری بکنه، خواهان ثباته، خواهان هشت و شعبی و جنگ داخلی و این کارا نیست. بنابراین اینها نشان تضعیف جمهوری اسلامیه، برای جمهوری اسلامی هم گران تمام میشه. در این حال دو نکته هم اضافه بکنم، یکی چیز بامزه و جالب این بود که مهمانی که بودی که آقای ماکرون بوده، مهمانی شامی که بوده، نماینده حزب الله پشته موقع شام رفته بیرون، گفته چرا شراب سر میز هست. همین یکی ماه پیش یادمه که، یعنی بعد از اون انفجاری که در بندر شد، آقایی که اسمش میبرم که خیلی هم شناخته شده است، از حزب الله تعریف کرده بود در خارج که بابا اینجوری هم نه، اینقدر حزب الله رو عمل و نمیدونم فکر نکنید، ما رفته بودیم یه رستوران لبنانی برای ما شراب آورد، میگم شراب حزب الله است، تو منطقه حزب الله تولید میشه و حزب الله خیلی بازه، اینقدر تنگ نظری نداره در لبنان. گفتم بفرما، این جواب شما رو خود مسئول حزب الله داد، اینقدر دیگه خواهش میکنم تملق این سازمان رو نکنید. اما یه نکته جالب اینه که همین الان نماینده حماس، رهبر حماس اسماعیل هنیه در لبنانه، در 15 سال بوده لبنان نرفته، رهبر با رهبر جهاد اسماعیل نخاله دیدن کرده امروز در لبنان، قرار امروز عصر یا فردا، البته تاریخ دقیقش نگفتن، با حسن نصرالله دیدار بکنه. کل رهبران فلسطینی قراره کنفرانس اونجا برگزار بکنن و تمام اینا در تحولات جدیدیه که حماس به قطر نزدیکتر شده، چون جمهوری اسلامی هم پول نداره، ترکیه هم داره قوی تر میشه، دومی که امارات با عربستان نزدیک شد، اینا تحولاتی که همه رو دنبال کرد. ولی از مجموعه این تحولات ضعف جمهوری اسلامی رو میشه دید، نه روند افول رو میشه دید. عرض کردم به معنای پایان قضیه نیست، ولی نشانی از یک روند تضعیفه. تشکر میکنم آقای دایی عزیز. خب همینانم از بازار آگهی ها عبور میکنیم، برمیگردیم میریم به سراغ ورشگر ایالات متحده آمریکا. میگذره دیگه، واقعا چیزی به انتخابات در آمریکا نمانده. روز گذشته اعلام شد که ایالات متحده آمریکا قرار روز اول ماه نوامبر، یادتون باشه سوم ماه نوامبر،
انتخابات واکسن کرونا رو توضیح کنه. ببینیم که این شدنیست یا نه. برای خبرش روز گذشته منتشر شد، باستان گسترده ای هم داشت و نظرسنجی ها که کماکان ادامه داره. باز خود این نظرسنجی ها نشانه اختلافات و درگیری هاییست که از مخالفت به دشمنی کشیده در بین جناهای سیاسی این سرزمین، که نظرم اصلا نشانه خوبی نیست، نشانه سلامت دموکراسی نیست قطعا. همین برمیگردیم و گفتگو با آقای دایی رو پی میگیریم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. برای سفارش پکیج بالا بردن سیستم دفاعی بدن و جلوگیری از ویروس کرونا با دکتر میترا زکریایی 415-450-5044 تماس بگیرید. یادآوری می شود که مشاوره در مورد هر ناراحتی رایگان می باشد. حراج جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطون روزهای شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و تکرار برنامه روزهای یک شنبه در ساعت 4:30 بامداد از شبکه جهانی تلویزیون پارس. 818-344-5050. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. مثلا خاطرات، مجموعه خاطرات سانسور نشده روزنامه‌نگار و نویسنده عباس پهلوان، چهره به چهره با مشهورترین شخصیت‌های هنری و سیاسی و فرهنگی در دل اتفاقاتی که هرگز رسانه‌ای نشد. با خواندن این کتاب به دل تاریخ معاصر ایران سفر کنید. برای تهیه جلد اول کتاب مثلا خاطرات با شماره 818-578-5477 تماس بگیرید. با سلام، من مجید جهانبین، مؤسس شرکت فرادایز نرسری. خوشحالم که به عنوان نخستین شرکت تولید کننده درختان میوه و گلهای ایرانی سالهاست که با افتخار در خدمت شما هستم. پارادایس لندسکپینگ با مسئولیت مهندس آرشیتکت اشکان جهانبین همراه با کادری مجرب در ارائه کلیه خدمات محبت سازی به مانند طرح‌های ایرانی، اروپایی، گلها و گیاهان کم آب و دریافت کلیه مجوزهای لازم، نظارت و اجرای مستقیم در تمامی مراحل طرح‌ها در خدمت شماست. مشاوره در رفع مشکلات باغچه و اجرای باغ‌های میوه از کارهای دیگر پارادایس لندسکپینگ میباشد. آدرس 1943 دیستو در شهر چاتسورد، تلفن 818-701-5656 و در روی اینترنت www.paradiselandscaping.com. افتخار ما اعتماد و رضایت شماست. تصادف، پیاده یا سواره؟ لس آنجلس تا ایواین، از ساکرامنتو تا لاس وگاس، گروه وکلای هیدری لا مدافع شماست. 818-818-0707.
شهرزا تراول بهترین انتخاب برای پروازی آرام همراه با آسایش خاطر. شهرزا تراول با بیش از 40 سال سابقه، نامی آشنا و قابل اطمینان در زمینه فروش بلیط به ایران و سایر نقاط جهان با مناسب ترین قیمت. سلام دوستان همیشگی ما، همونطور که اطلاع دارین ما همیشه حامی و پشتیبان شما ها بودیم و هستیم، به خصوص برای مسافرت های رفتن به ایران و برگشتن از ایران به تمام شهرها. اگر سوالی دارین در تمام ایام هفته ما در خدمت شما هستیم. آدرس 1641 وستوود، 310-477-9400 و 1-800-شهرزاد. سفری به یاد ماندنی و پرخاطره را با ما تجربه کنید. Pars TV is the first Iranian 24 hours global television network. خب امیدوارم ارجمندم کارزار انتخابات جنوب آمریکا شریان داره. کارزار به نظرم خیلی بی‌رحمانه شده و دو کنوانسیون برگزار شده، دموکرات و جمهوری خواه. حزب دموکرات استراتژیش انگشت گذاشتن روی نقطه ضعف ها بود در لیبان، بکرد خشونت، نژادپرستی سازمان یافته در نزد پلیس و از این قبیل. حزب جمهوری خواه برعکس در مجمع ملیش یا در کنگرهش، کنگره ملی این حزب، بیشتر روی نقطه های قوت تکیه شد و بشارت داده شد به رای دهندگان آمریکایی که اگر آقای ترامپ رو 4 سال دیگه انتخاب بکنید، اون میتونه اقتصاد دوباره احیا بکنه و اونشان که دموکرات ها مدعیند، یعنی نژادپرستی سازمان یافته در نزد پلیس وجود خارجی نداره، در پلیس نژادپرستی سازمان یافته نیست، دست کم 29% از افراد پلیس افسرها سیاه پوست هستن خودشون، و این ادعا رو جمهوری خواه رد میکنه. نگاه میکردم به آخرین نظرسنجی ها، هنوز آقای بایدن در بسیاری از نظرسنجی ها از آقای دونالد ترامپ جلوه، جز در چند ایالت که بر پایه بنگاه های افکار سنجی به ریل کلیر پالیتیک روی هم بایدن 7.5% از ترامپ جلوه، در سراسر آمریکا 42.7% بایدن، 42.2% سی این این 51% بایدن، 42.43% آقای دونالد ترامپ. بابا خود ایران نمونه است دیگه، نشون میده که وضعیت از چه قراره. اما اجازه بدید که با آقای دایی در این زمینه ها گفتگو کنیم، ببینیم که اوضاع از چه قراره، انتخابات آمریکا چه تأثیری داره در وضعیت موجود در منطقه خاورمیانه. یعنی اگر مثلا بایدن به کاوسه بیطلاق پیدا بکنه، آیا این گردش تحولات در منطقه خاورمیانه متوقف میشه یا کماکان تحول مسیر خودش رو ادامه میده، یعنی کار از کار گذشته. گرچه خیلی ها معتقدن بسیاری از قول و قرارها، توافقها فعلا روی هول، همه منتظرن ببینن که نتایج انتخابات چی میشه، اون وقت برن و تصمیم نهایی رو در رابطه با دیگران اتخاذ کنن. آیدایی سراپا گوشی بفرمایید. بله عرض کنم که واقعش اینه که الان ابهامات بیشتر از معلوماته، گرچه خب یه چیزایی رو میدونیم ولی در یه موقعیت بسیار ویژه‌ای هستیم. در مورد خود مسیر انتخابات که خب الان دقیقا فکر کنم 2 ماه مونده، امروز از 2-3 هفته دیگه رای گیری شروع میشه، یعنی خیلی ها با پست رای خودشون رو میفرستن در خیلی از ایالت ها، گرچه خب روز انتخابات مهمترینه. مشکلاتی که الان در پست وجود داره به خاطر اینکه امسال کرونا هست، استفاده از پست خیلی بیشتره، پست هم ضعیفتر شده، خیلی مشکلات زیادی هست، ابهامات زیاده. هنوز 2 ماه فرصت داریم، هنوز همونطور که شما فرمودید نظرسنجی ها در کل آمریکا، خب آقای بایدن 7-8 پوینت بالا و پایین جلوه. این برای کنگره خب خیلی مهمه، چون کنگره در حقیقت بازتابی از کل آمریکاست، 435 نماینده از محلات و نسبت به جمعیت ها انتخاب میشن. خب سنا که خب طبیعتا نسبت به جمعیت نیست،
مثلا ایالت کالیفرنیا که 40 50 میلیون جمعیت داره، دو سناتور داره، ایالت مثلا داکوتای جنوبی یا همه ایالت ما یا ورمانت یا جاهای دیگه که برخیشون زیر 1 میلیون جمعیت دارن، اونا هم دو تا سناتور دارن. با همه احوال این نظرسنجی ها نشون میده، مسیر رو نشون میده و الان شانس دموکرات ها برای بازپسگیری سنا بالا رفته. در مورد خود ریاست جمهوری مهم همه ایالت های رقابتی سوینگ استیت ها هستن، حالا 6 تا بعد میگن، 8 تا بعد میگن، 10 تا هست. در اینا آقای بایدن جلو هست ولی اختلافش کمتر از اختلافی که در سطح کل جامعه آمریکاست و در برخی ایالت ها 10 امتیاز، در برخی دیگه 3 امتیاز، 2 امتیاز. این خیلی مهمه. هنوز فرصت به نظر من زیاد هست، چقدر میشه بسیج کرد، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، همطور که اشاره کردی واکسن باشه یا نه. اما اونجا که به سیاست خارجی آمریکا میرسه سوالات بیشتر میشه. اولا به اعتقاد من دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ از نظر سیاست خارجی میتونه متفاوت باشه. بالاخره آقای ترامپ دیگه اون موقع اسیر یا مشروط به رأی محافظه‌کاران مسیحی و خیلی های دیگه نیست، میتونه کارهایی بکنه بدون ترس، علاقه جرات نمیکنه. ممکنه این خطر باشه، حرفی که آقای بولتون میزنه که ایشون میخواست خیلی جاها به جمهوری اسلامی امتیاز بده، آقای پومپئو و اینها نگذاشتن. خب این خطرش هست، میتونه متفاوت بشه. آقای بایدن چیکار میکنه؟ خب برخی از مشاورانشون میگن که ما برمیگردیم به برجام. خود ایشون تو به اصطلاح برنامه‌ای که داده گفته که جمهوری اسلامی باید یه سری کارها رو بکنه، یه اقدامات رو بکنه تا ما برگردیم به برجام، اون هم مذاکره. بنابراین میتونه چند سال طول بکشه و تحریم هم برداشته نشه. ضمن اینکه کنگره به شدت ضد جمهوری اسلامی، بنابراین ابهامات زیاده. ولی به نظر من نباید اغراق کرد در اینکه خب جمهوری اسلامی ترجیح میده که آقای بایدن رئیس جمهور بشه، که در اینکه تردیدی نیست. اصلا همین انتخاب، شب انتخابات اگه آقای بایدن بشه، این رو یه پیروزی برای خودش معرفی خواهد کرد تا دل مردم رو خالی بکنه. حالا بخواد مذاکره هم بکنه، خب طبیعتاً اینه که با آقای بایدن براش راحت تر مذاکره تا پیش آقای ترامپ. بخواد اصلا نفس مذاکره با تیم آقای ترامپ یه شکست برای جمهوری اسلامی، من گیگم امتیازات کلان بخواد بگیره قبل از مذاکره، که اونم خب خیلی بعیده. بنابراین در این تردیدی نیست. ولی سیاست بین المللی آمریکا چه خواهد شد، همه اینها به شرایط بستگی. من معتقدم که آقای ترامپ همین سیاست کنونی رو هم اگه آقای ترامپ باشه نمیتونه ادامه بده. در برخی از مواردشون اشتباه میکنه، کاری که داره در شورای امنیت میکنه که با تمام متحدان سنتی در افتاده، با اروپا و غیره، اصلا بی سابقه است. مگه میشه آمریکا یه قطعنامه رو بره در شورای امنیت همه به جز آمریکا بهش رأی ندن؟ خیلیه همچیزی اصلا نمیارن، بر معمولا رأی گیری نمیارن که اختلافات پیش نیاد. بعد بیاد آمریکا اینطور جلوی شورای امنیت بیسته سر مسئله بازگشت تحریم ها، تحریم های ماشه مثلا، اینا کارهایی که به نظر من آمریکا داره کارت خودش رو زیادی بازی میکنه. اینها در سیاست خارجی اشتباهه. آمریکا بالاخره در مجموع باید با متحدینش بره، نمیتونه بگه چون من قدرت تحریم دارم و اینا هر کاری دلم بخواد میکنم. اشتباهه. مثلا اومده آمریکا الان قضات مسئولین دادگاه جزای بین المللی رو تحت تحریم قرار داده. خب این کارها اشتباهه. آخه نمیتونه که آمریکا با آلمان و فرانسه و انگلیس و با همه در بیفته. بالاخره یه جاهایی بهش نیاز داره. اینها رو اگه آقای ترامپ هم باشه تصحیح خواهد کرد. در مقابله با جمهوری اسلامی هم اتفاقا خیلی جاها اتحاد خیلی بیشتر کار میکنه. درسته که وقتی که آمریکا متحد میشه با اروپا، طبیعتا درخواستاش از جمهوری اسلامی رو، سقف درخواستا رو باید بیاره پایین. ولی تنهایی هم مطمئنا فقط با قدرت تحریم که نمیتونه کاری بکنه، که نمیتونه. تو لبنان، تو عراق داخل همکاری نیازه با اروپا، حمایت اروپا، مقابله با ترکیه. خب اینا نمیشه، اینا انجام میشه. بنابراین این طور نیست، ما سیاه و سفید نباید بکنیم. دور دوم متفاوت خواهد بود، ولی تمام اتفاقاتی که بیفته، مجموعه اتفاقاتی که بیفته، من اعتقاد دارم ما، شاید ماها، ماهایی که در این رسانه ها هستیم، مثلا شما، کل کسانی که هستن در این رسانه ها،
این سیاه و سفید کردن که گویا آقای ترامپ مظهر تمام مخالفت ها با جمهوری اسلامی، آقای بایدن هم بیاد دیگه تمومه. خود ما اگه به این فضا دامن زدیم، اولا خب در صورتی که این تغییر انجام بشه، خود ما یه کاری کردیم که جمهوری اسلامی جشن پیروزی بگیره. دوم اینه که بالاخره ما در صورت مذاکرات آقای ترامپ در آینده اگه مثلا بخواد مذاکرات بکنه، دست ما بسته است که ما وقت چی میگیم جمهوری، یعنی ما تمام صحنه رو ببازیم. مهمتر از همه سومش اینه که ما اگه جایگاه این سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی نبینیم، اینو وقت نمیتونیم ببینیم که ما چی کار بکنیم. بالاخره اگه 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی خواست با حالا آقای بایدن یا ترامپ وارد مذاکره بشه، ما باید بتونیم با تمام اهرمایی که هست، از طوفان توییتری، فضای رسانه‌ای، نمیدونم تظاهرات و غیره، جلوی دادن امتیاز رو بگیریم، جلوی سازش‌های خطرناک رو بگیریم که من معتقدم احتمالش کمه، ولی باید همین کارا رو بکنیم. ما نیاییم نباید، یعنی من برای خودم لااقل این رو میگم که هیچ‌وقت سیاه‌سفید نکنیم، فکر نکنیم که این طرف سیاه اون طرف سفید، خطرناک میتونه باشه برای همه ما. ضمن اینکه معتقدم این که چه خواهد شد به ده ها فاکتور بستگی داره، بسیاری از اونها به نفع جمهوری اسلامی نیست، چیزی که راه جمهوری اسلامی نمیاد، ولی منطقه در حال تغییرات شگرفه. یکی از مسائلش هم اینه که واقعش اینه که تهدید منطقه جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده نسبت به گذشته، چون ضعیف شده، پول نداره، در خیلی جاها بیرونش کردن، در لبنان و عراق مشکل داره. خب وقتی تهدیدش میاد پایین تر، قدرت چانه‌زنیش هم میاد پایین تر در هر مذاکراتی، چه با آقای بایدن باشه چه با آقای ترامپ، قدرت چانه‌زنیش میاد پایین. بنابراین اینطور نیست که اگر مذاکراتی بشه جمهوری اسلامی برده، نه، خیلی مسائل تغییر کرده، اینا رو باید دید. ولی آنچه که برای ما ایرانی ها مهمه، برای ما ایرانی ها مهمه اینه که ما با قدرت خودمون رو چه در داخل به ویژه ما که در خارجه بشناسیم. در سر هر بزنگاه، هر مذاکره میشه، هر تحولی میشه، از حد اکثر قدرتمون به نفع مردم استفاده کنیم. الان هم که یاد گرفتیم در فضای مجازی و خیلی جاهای دیگه تظاهرات و غیره فعال شدن هموطنان، فرق کرده با 4 سال پیش، با 6 سال پیش، با 10 سال پیش. ما حضور داریم، باید از این حضور استفاده کنیم، به جای ترسیدن از تحولات آماده باشیم در صورت هر تحولی بتونیم با تمام قوا وارد بشیم. این نظر من. تشکر. آدایی، چند رسوایی داشتیم. مهمترینش به نظرم این فیلی بود که وزارت خارجه هوا کرد و بعدم اول که آقای احمدی نژاد، بعد خود وزارت خارجه سعی کردن که در این کوره بدمن، یعنی قرارداد 25 ساله با چین. معلوم شد که همه اینها افسانه بوده، قصه سازی های خود جمهوری اسلامی بوده، احتمالاً برای اینکه غربی ها رو بترسونن یا واداره به گفتگو و مذاکره بکنن. یکی اینه. یکی ماجرای لوکوشنکوس یعنی بلاروس هست که رسانه های جمهوری اسلامی تقریباً درباره سکوت کردن، چیزی نمیگن در حالی که حادثه مهمی داره بالای سر ایران میگذره. یکی سکوت دیگر در مورد تحولات بزرگ در منطقه خاورمیانه است. ببینید آخری که شما اشاره کردید، وساطت قطر بین حماس و اسرائیل برای برقراری آتش بس. خب این ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نام پول به حماس داده بود که در چنین مواقعی حماس دست به آتش بازی بزنه، ولی همه چیز متوقف شد. حالا سوالم اینه که گیریم هر کس بیاد به کاخ سفید، گیریم که دولت‌ها آماده باشن برای گفتگو با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته به هر حال از موضع قدرت وارد این گفتگوها میشده، گرچه گاهی وقتا در دقیقه 90 وقتی به افلاس و فلاکت میرسید ناچار میشد بره گفتگو. ولی این بار دیگه جمهوری اسلامی در اوج ناتوانی، بدتر از این نمیشه. خب نتایج چنین مذاکرات آخه چه میتونه باشه؟ بگنی مسئول جمهوری اسلامی؟ از کنم که واقعش اینه که نکته مهمشی که جمهوری اسلامی ضعیف شده. من فکر کنم که خود ماها، یعنی کسانی که در کار رسانه هستن، این یک واقعیته. این ناشی از تحلیل و نمیدونم احساس و نمیدونم خوشبینی ماها اینا نیست، واقعیت داریم میبینیم. این حرفی که مسئول موساد گفته
که رو به افوله. خب ما داریم میبینیم دیگه، خب وقتی یک کشور مثل جیبوتی و سودان جمهوری اسلامی میندازه بیرون، تو آفریقا به همین ترتیب خیلی جاها جلوی جمهوری اسلامی میستن، تو لبنان که مجبور بشه نماینده مسئول حزب الله بره بشینه جلوی ماکرون، تهدیدهای ماکرون رو بشنوه. قبلا این کارا رو که جرئت نمیکنه کسی به حزب الله بگه، حرفایی که الان در لبنان میزنه کسی قبلا جرئت نمیکنه به حزب الله بگه. درسته اونی که ما میخوایم نیست، اونی که ایده‌آله نیست، ولی همه نشانه ضعف جمهوری اسلام. جمهوری اسلام سعی میکنه این ضعف خودش رو بپوشونه. حالا یه جاهایی ممکنه بازگیری کنید، یکی از این تحلیلگران نزدیک به جمهوری اسلامی نوشته بودش که ما الان باید با آرامش همین مسئله همکاری با آژانس هسته‌ای و نمیدونم فلان و اینها رو پیش بریم تا آقای بایدن بیاد. ولی اگه آقای ترامپ شد رئیس جمهور، ما باید تهدید هسته‌ایمون رو شروع کنیم، غنی‌سازی رو افزایش بدیم و نه خلاصه که دولت آقای ترامپ رو مجبور بکنیم بیاد پای میز مذاکره. این خواب و خیالایی که میکنن، ولی در مجموعش که اینا میخوان باجگیری بکنن، ولی ضعیفن، میترسن. همین گزارش که الان دیدیم، مگه روحانی و خامنه ای نمیگفتن که اگه نفت ما قطع بشه ما نمیدیم نفت ایشکی صادر بشه؟ امروز نوبخت سخنگوی دولت گفته که ما، رئیس برنامه بودجه گفته که ما یک قطره نفت نمیتونیم بفروشیم. حالا دروغ میگه، 120,000 بشکه نفت قاچاقی به چی میفروشن؟ ولی خب چرا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم؟ قدرتشو نداریم، ضعیف شده. در مورد چینم یادمه که همون موقعی که مطرح شد، من اولین بار که نظر خودم رو گفتم، کلی از هم دوستان خود من به من اعتراض کردن که چرا اینو میگی؟ حالا دل مردم خالی میکنی که دارن تظاهرات میکنن مردم در این نظام. گفتم با جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی نمیگه. کجا چین آخه حاضر بیا 400 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی خرج کنه؟ چند تا نفکش جمهوری اسلامی رو تا همین چند روز پیش گرو گرفته بود چین، پس نمیداد. دیروز فکر کنم معاون روحانی یا کی بود یادم رفت، گفته تا موقعی که ما FATF رو تمام شرایطش رو اجرا نکنیم، این کار نکنیم، هیچ قراردادی با چین قابل اجرا نیست. خب این حرفی که همه ما هم میزدیم دیگه، آخه دروغه، مگه چین میاد؟ حالا نگاه میکرده همین سر مسائل تحولات منطقه، یه نگاه بکنیم ببینیم پولی که چین رفته در عمان، سلطان نشین عمان خرج کرده، یکی از بنادرش رو میلیاردها دلار خرج کرده، نو کرده، در کراچی کرده، در ترکیه میکنه، در عراق و نمیدونم جاهای دیگه میکنه، ولی دو سه تا کشور نمیره، لبنان نمیره، جمهوری ایران هم نمیاد. خب اینا دلیل داره دیگه، بعد وقت میاد 400 میلیارد دلار خرج بکنه. بنابراین به نظر من که بسیاری از اینها دروغ بود، حالا جفسازی اینا هیچی، دروغ بود. بیا شما یه سری آمار ارقام جعلی 400 میلیارد اینه و 5000 نیروی چین میخواد وارد جزیره فلان بشه، اینا رو بدی به یه خبرنگار درجه 3 انگلیسی که یک سال این حرفا رو داره میزنه، یک نفر تو این دنیا به غیر این حضرت آقا این خبرها رو تایید نکرده. آقا مگه میشه یه همچین چیز استراتژیک و مهمی که میتونه خاورمیانه رو، منطقه رو به طور کلی، جغرافیای سیاسیشو تغییر بده، جغرافیای اقتصادیشو تغییر بده؟ هیچ کی تو دنیا غیر از این خبرنگار بعدم بهش میگن کجا شما این آمار ارقام داری؟ منابع من در ایران گفتم. ای بابا، برای اینکه خب معلوم بود که آب قاطیشه، اغراق جعلی خیلی جد. ولی اصل قضیه اینه که جمهوری اسلامی ضعیفه، کسی باش کار نمیکنه. چند روز پیش رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته که در عراق، این حرفش بود که مصاحبه کرده بود، گفته بود در عراق انقدر علیه ما کار شده و فضا به ضد ماست که ما اجناس معمولیمون هم نمیتونیم صادر بکنیم، نمیتونیم پول در بیاریم اونجا. وقت تو این شرایط که متحد جمهوری اسلامی که میلیاردها دلار اونجا خرج کرده عراق ازش پرهیز میکنه، وقت چین بیاد 400 میلیارد به جمهوری اسلامی فکسنی بده بدون اینکه سیاستاشو تو منطقه عوض بکنه، بدون اینکه سیستم بانکیشو تمیز بکنه، آلوده نباشه، مگه میشه همین چیزایی؟ تشکر. با آقای دایی عزیز هستیم هم میانونم، اجازه بدید که از بازار آیا یابور کنیم و برگردیم گفتگو رو با آقای دایی پی بگیریم. اجازه بدید به خاطر اهمیت قضیه یک بار دیگه برگردیم به جزیره در باب المنده، مجددا توضیحات آقای دایی رو گوش بکنیم. امیدوارم بتونیم
نظرات شما رو دریافت بکنیم از طریق فیسبوک یا تلویزیون پارس. برمیگردیم. امپریال فور کابینت با بیش از 50 سال سابقه، با مجربترین کادر حرفه‌ای، با مدرن‌ترین تجهیزات از طرح تا نصب، دست‌ساز برای انواع کابینت‌ها. آشپزخانه‌های کلاسیک و مدرن برای هر سلیقه. امپریال فور کابینت. تلفن 818-252-6644. www.imperialforcabinet.com. Imperial for Cabinet. انتخابی مطمئن. بینندگان عزیز، دکتر جعفر شجره هستم در برنامه healthmedia.tv. healthmedia.tv در تلویزیون پارس دوشنبه و پنجشنبه بین ساعت 4 و 5 بعد از ظهر و 9 تا 10 شب برای شما برنامه‌های ویژه پزشکی خواهد داشت، مصاحبه‌های مختلف با پزشکان مختلف در رشته‌های مختلف جهان پزشکی. امیدوارم از این برنامه‌ها لذت ببرید. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرم‌ها در هر کجای جهان. جی‌ال‌ویزی شدن به همین راحتی. در عصر تکنولوژی، کارت‌های تلفن لانگ دیستنس را با اپلیکیشن جی‌ال تاک جایگزین کنید. تماس با ایران هر دقیقه 3.5 سنت، افغانستان 13.5 سنت، تاجیکستان 14 سنت، ترکیه از 2.5 سنت، آذربایجان 21.5 سنت، امارات عربی 15 سنت. تماس با اکثر کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، اسرائیل و مالزی 1.5 سنت. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت جی‌ال تاک مراجعه کنید. آیا دلتون میخواد آگهی تبلیغاتی شما دقیقاً در محل مورد نظر خود در ده‌ها شبکه تلویزیونی معتبر پخش شود؟ خوشحالیم به اطلاع برسانیم که سرویس جدید جی‌ال‌ویز تحت عنوان جی‌ال اد اکسچنج کالا و یا خدمات شما را با کمترین هزینه و تاثیرگذارترین روش به تمامی فارسی زبانان جهان معرفی می‌نماید. جی‌ال اد اکسچنج این امکان را دارد که تیزر تبلیغاتی شما را بین صدها برنامه تلویزیونی بر روی تمامی دستگاه‌های هوشمند برای میلیون‌ها مشترک جی‌ال‌ویز در هر جای دنیا پخش کند. شما فقط بابت تعداد تبلیغاتی که دیده شده اند پرداخت خواهید کرد. گزارش دقیقی از تعداد، محل و زمان پخش آگهی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. معرفی بیزینس خود را با تکنولوژی روز همراه کنید. اگر اخیراً پیشنهاد دیدن یک فیلم یا سریال رو در جی‌ال‌ویز به شما دادن، برای اینکه به راحتی بتونید اون رو در لیست هزاران فیلم و سریال جی‌ال‌ویز پیدا کنید، میتونید از امکان جستجو استفاده کنید. برای این کار با استفاده از 4 جهت کنترل تلویزیون روی علامت ذره بین رفته و اوکی کنید. سپس با استفاده از کیبورد ارائه شده به کمک 4 جهت کنترل تلویزیون و فشردن دکمه اوکی بعد از هر حرف، نام کامل یا قسمتی از نام برنامه مورد نظر خودتون رو در محل مشخص بنویسید. حالا از لیست ارائه شده سریال مورد نظرتون رو پیدا کنید. یه جی‌ال‌ویزی هر چیزی که بخواد رو حتماً پیدا می‌کنه. دیگه نگران از دست دادن برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقتون نباشید. با جی‌ال‌ویز میتونین به راحتی به 72 ساعت قبل برگشته و برنامه پخش شده خود رو تماشا کنین. فقط کافیست منوی مربوط به کانال مورد نظر خود رو انتخاب و گزینه 72 ساعت رو کلیک کنین. سپس روز و ساعت برنامه پخش شده خود رو انتخاب نموده و اون رو تماشا کنین. جی‌ال‌ویز، هر زمان در هر کجای جهان. دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. رانندگی در حال مستی در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس. 1-800-322-94-25. دنیای انواع تازه ترین میوه ها، سبزیجات، گوشت و مرغ و ماهی، خاربار و سایر نیازمندی های شما در کیو مارکت.
مارکت خانوادگی شما همه قیمت ها باور نکردنی است. تلفن تماس 818-345-4251 به نشانی 17261 خیابان منوون در شهر ولی. خب همینا مدتی باب شده بود که روحانیت در قم فریاد شادی برمیاد که یعنی قدرت ما از آمو دریاست تا بحر مغرب، یعنی مدیتران، این قدرت، این دامنه نفوذ و قدرت ما در منطقه است. تمام تلاش همین بود که به هر صورتی هست اسرائیل رو وادار به پس نشینی کنن، یعنی یهودیان رو وادار بکنن که از اسرائیل برن، در اسرائیل اونها رو به دریا بریزن. اما قضیه برعکس شده. اسرائیل امروز هم در باب المندب حضور داره، هم در خلیج فارس حضور داره. اسرائیل هرگز در خلیج فارس نبوده، امروز در سفارت داره در خلیج فارس در نزدیکی مرزهای ایران. این به نظرم کمدی الهی است. خواست جمهوری اسلامی چی بوده بعد از 40 سال و امروز نتیجه و ما حاصل چیست؟ آقای دایی از امروز گزارشی دادن، گزارش جالبی بود، اجازه بدید که توضیحات بیشتری در این زمینه داده بشه. برگردیم به ماجرای سیطره اسرائیل در کل منطقه و تحولات بزرگی که داره در خاورمیانه رخ میده در غیاب جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که در ایرانی که همیشه رئیس باشگاه خاورمیانه بوده، امروز پشت در خاورمیانه مونده و کسی بهش اعتنا نمی کنه. واقعا جمهوری متروک به معنای واقعی کلمه. آجایی ما سراپا گوشی برای بینندگانی که از همینک دارن برنامه رو نگاه میکنن. از کنم یه نکته که خیلی مهمه، بالاخره در خاورمیانه که جمهوری اسلامی رؤیای خلافت داره، خامنه ای و قبل از خمینی، بالاخره اکثریت جمعیت مسلمانان سنی هستند و بالاخره ایران یا رهبران جمهوری اسلامی شیعه هستند. خب این یه مشکلی بود که همیشه باهاش روبرو بودن. برای حل این مشکل اومدن مسئله فلسطین رو مطرح کردن، چون مسئله فلسطین دیگه شیعه و سنی نیستن نظر اینا. گفتن بیایم با ماورای شیعه و سنی که اینجوری بتونیم یارگیری بکنیم، جنگ با آمریکا و جنگ با اسرائیل و اینها. خب الان ترکیه اومده وسط، این اهرم از دست جمهوری اسلامی داره میگیره. اولا پول داره که شما ندارید، یک. دوم که حماس یه گروه سنی هن اینا. من یادم سال 2012 یعنی اول 2011 که اصطلاح مردم سوریه قیام کردن، بهار 2011 یه چند ماهی که گذشت واقعا ارتش آزاد سوریه خیلی جاها رو کنترل میکرد. هنوز حالا به قطر و امارات هم میرسیم که چه خیانتی کردن در حق مردم سوریه بماند. یعنی فقط جمهوری اسلامی نیست، اولش جمهوری اسلامیه، ولی این کشوران بی تقصیر نبودن بماند. یادمه که همین اسماعیل هنیه رئیس حماس رفت در مجلس در مسجد الازهر، اونجا در حضور مفتی رفت بالای منبر سخنرانی کرد، الهی بشار اسد، مردم الهی جمهوری اسلامی شعار دادن. اسماعیل هنیه هم تکرار کرد، چون واقعا در حال سقوط بود بشار اسد. یعنی واقعا به خاطر پول با جمهوری اسلامی اینها این سالیان سال اومدن. الان خب ترکیه که اومده، ترکیه الان یه جاپایی هم در لیبی پیدا کرده، قطر هم که پول فراوان داره، مخاطب فکران رفتن. این اهرم اسرائیل رو اگه جمهوری اسلامی از دست بده، تمام اون به اصطلاح چارچوبی که ساخته برای توجیه دخالت‌های منطقه‌ای و یارگیری فرو می‌ریزه. یه چیزی نمی‌مونه که با چه بهانه‌ای آخه تو پا می‌شی میری یمن؟ با چه بهانه‌ای رفتی لبنان این همه خرج کردی؟ برای چی؟ برای چی میری سوریه؟ توجیه نداره که. طبیعتاً اگه همش اتفاقی هم بیفته در داخل، ولی فقیه قدرت خودش رو به میزان زیادی از دست میده، چون این دستگاه ایدئولوژیک، این به اصطلاح چارچوبی که درست کرده،
فقط برای حضور منطقه نیست، در داخلم هم اینه، در داخلم ولی ولی فقیه نمانده خداست. هم هم که گریبانش میگن آقا مردم ما چه نان شب ندارن بخورن، میگه ما در جنگ با آمریکایی. این دستگاه توجیه کننده است برای جمهوری اسلامی. این اگر دست بده خیلی چیزا رو دست میده، برایش بسیار خطرناکه. برای همین هم که واقعا چسبیده این خرجای عجیب و غریبی میکنه. ولی هر کدوم از این کشورها رو که ما نگاه میکنیم واقعا تا تهش که میریم داستان رقتبار جمهوری اسلامیه که با پول و رشوه و نم اینها سعی میکنه 4 آدم رو جمع بکنه برای خودش یه بساطی را بندازه. مثلا برید در آمریکای لاتین، واقعا در یک سری از این کشورها میرن پرو نمیدونم السالوادور، اینجا خب جمعیت ها کمی مسیحی هن، میرن سراغ سرخپوستان. این سرخپوستان رو دعوت میکنن به این مراکز فرهنگی، اسمی گوشتن مراکز فرهنگی، مرکز فرهنگی درست کردن، نهار میدن، شام میدن، لباس میدن، کمک میکنن، اینا رو میارن مثلا با رئیسشون صحبت میکنن، یه رفعه اعلام میکنن که 40 از سرخپوستان نمیدونم فرانجای کولومبیا اینا به اسلام گرویدن. شما فکر کنید چه فایده برای شما داره؟ مثلا کلی میرید اونجا خرج میکنید و اینها. رقتباره. ما ظاهر قدرت رو میبینیم، قدرتش نظامیه، پول، مواد مخدره، تروریسمه، ولی قدرت نرم جمهوری اسلامی هیچی نیست، با پوله. ازش برید در غنا، کارهایی که تو غنا کردن، دانشگاه و حوزه علمیه و بیمارستانی که الان تو غنا، حتی پایتخت غنا اکراها، واقعا یکی از بهترین بیمارستانایی که تو آفریقاست. خیلی خرج کردن کلینیک ایران. خب همه این کارا رو کردی که چی؟ دیدم پریروز با افتخار نوشتی که روز مراسم روز عاشورا در مسجد امام باقر اکرا. مثلا تمام این کارا رو کردی این که حالا 2 من تو بتونی یارگیری بکنی؟ آخه این چه سیاست خارجیه؟ این ضعف دیگه. درسته که ترکیه داخل اولا قدرت اقتصادی داره که شما هیچ وقت با قدرت اقتصادی نرفتید، رشوه دادید. این ترکیه میره قرارداد میبنده، قدرت پشتشه، سنیه، نمیدونم بالاخره خیلی از جنایات شما رو فعلا نکرده، حالا ممکن در آینده بکنه. بنابراین اینها واقعا باید از اولا میدونستن که این کارهایی که میرن میکنن آمریکا لاتین و آفریقا اونم جا و فلانجا و فلانجا، اینا که آینده ای نداره، که اینا به یه حباب بنده. تشکر میکنم. آجا یک بار دیگه شما راجع به جزیره در باب المندب توضیح بدید. بله، عرض کنم صحبت اینه که یه جزیره سقطرا هست، واقعا توش هیچ خبری هم نیست. من اولین بار که چند سال پیش اسم اینو شنیدم خیلی روش کار کردم، دیدم که حتی مثلا توریست بخوام بیارم میان، یه تعداد بسیار کمی، خشک و بی‌آب و علف و هیچ، نه جاذبه توریستی داره نه مردمان زیادی زندگی میکنن، خیلی تعداد کمی اونجا زندگی میکنن، وسط اقیانوس هند و دریای عرب و به اصطلاح خلیج عدن، روبروی تنگه باب‌المندب، اهمیت استراتژیک بسیار بالایی داره. جمهوری اسلامی خیلی اونجا خرج کرد، فرودگاه درست کرد، چیکار که خیلی جا کرد که بتونه کنترل بکنه، همش هم برای این بود که بتونه به یمن قاچاق اسلحه برسونه و گم بکنه و تنگه رو کنترل بکنه. امارات متحده خیلی راحت 2 پیش از اینها پس گرفت، یعنی نیروهای یمنی تحت امارات اونجا پیاده شدن با کشتی ها، اونجا رو یه روزه تصرف کردن. اسرائیل رفته وارد، یعنی سه تا گزارش من خودم دیدم که اسرائیل در اونجا پایگاه شنود و اطلاعاتی زده، رصد کرده، که برای آمریکا هم خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. این شکست بزرگ برای جمهوری اسلامیه که این رو اگه اضافه بکنیم به وضعیت امارات در یمن، چون مناطق مهمی رو نزدیک تنگه نیروهای تحت حمایت امارات کنترل میکنن که احتمالاً جاپای اسرائیل هم باز خواهد شد در اونجا، و اگه نگاه بکنیم که در جیبوتی که این وره تنگه هست و بعد بالاتر سودان که روی دریای سرخ قرار داره، این دوتا هم متحد جمهوری اسلامی بودن و جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن. جمهوری اسلامی بعد از خرج میلیاردها دلار در این کشورها این حال از دست داد، نگاه بکنیم اینا مجموعه نشانه از تحولات منطقه و نشانه از افول موقعیت جمهوری اسلامیه، که اینا یک واقعیت عرض کردم ناشی از تحلیل و تخیلات من نیست. آجایی، اعلام شد در ایالات متحده آمریکا که روز اول ماه نوامبر، یعنی 2 مونده به انتخابات،
واکسن کووید 19 توضیح میشه؟ فکر میکنی عملی بشه یا فقط یه شایعه است؟ عرض کنم که من که گوش میدم به دوستان، نزدیکانی که کارشناس هم توی مسئله و نظر دیگه کارشناس هم بسیار بسیار بعیده. میتونه مثلا میگه شگرد تبلیغاتی باشه قبل از انتخابات، مردم رو امیدوار بکنن و به نفع آقای ترامپ رای بدن. میتونه در اون جهت باشه، چون الان از میان نزدیک 70-80 واکسن تحت آزمایشه. دو تاش که خیلی به خصوص پیشرفت کرده در آمریکا در فاز سومن. اینها تا آخر سپتامبر، اواسط اکتبر این فاز سومشون تموم میشه. یه فرصتی لازمه که نتیجه این واکسن ها رو روی آدم ها ببینن، منتظر باشن این آدم ها بیمار نشن و و و و یه فرصت میخواد. بی خود نیست که واکسن ها از یک سال تا سالها طول میکشه. این مهمه. کوتاه کردن این فرصت میتونه خطرناک باشه و من بعید میدونم، و به خصوص این اعلامی که دولت کرد، یعنی CDC مؤسسه بهداشت عمومی گفته که اول نوامبر آماده باشیم با ایالت ها برای پخش واکسن، این که واقعیت بید. اگه تا اون موقع واکسنی باشه تا بخواد تولید بشه هفته ها طول میشه. ممکنه میزان کمی رو اجازه بدن، میزان کم برای پرستاران و یه سری آدم های مخصوصی باشه، نیازی به بسیج ایالت ها نیست. من بعید میدونم شخصا، ولی ممکنه اگه بشه تأثیر جدی میتونه در انتخابات داشته باشه. بسیار به نظر من میتونه مهم باشه. تشکر میکنم همین از آقای دایی عزیز. تا پنجشنبه آینده اگر مسیر تحول به سمتی بود که لازم بود آقای دایی رو خارج از نوبت داشته باشیم، مزاحمشون خواهیم شد. آقای دایی تشکر میکنم. خواهش میکنم، لطف کردید. از آقای امیر شورتی هم تشکر کنم. حتما ایشون واقعا خیلی زحمت میکشن، همه کارو رو میکنن، خمم برو نمیره. ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر دلدار مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم تا کشور و حتی کشورهای شامل حوزه شینگن، بدون داشتن ویزا امکان سفر و زندگی در امریکا برای سیتیزن های گرانادا. پاسپورت دوم معمولا اعتبار بهتری نسبت به پاسپورت کشور خودمان دارد و میتوان به وسیله پاسپورت دوم بسیاری از امور را به سهولت انجام داد. میتوان به وسیله دریافت پاسپورت دوم به بسیاری از کشورها بدون دریافت ویزا سفر کرد.
هیچ تحریمی شامل شما نخواهد شد. بدون نیاز به خرید ملک و راه‌های طولانی صاحب همیشگی پاسپورت خواهید شد و در کمتر از یک ماه این شهروندی و تابعیت به شما اعطا می‌گردد با حداقل $100,000. دفتر مهاجرتی فونیکس گروپ. آشی رشته صدف، تهیه شده از سبزیجات مقوی و کاملا سالم بدون پرزروتیو و کلسترول. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، وکیل تصادفات، با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان، منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود و چی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. روزن گاردن، گلارای جشن‌های نامزدی و عروسی و سایر مراسم. ارسال گل به تمام نقاط جهان در اسرع وقت. روزن گاردن. تلفن سفارشات 310-446-3292، 310-777-8367.